بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق العرض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على احد من اوليائك. سال روز شهادت سلطان سریر ارتضا قریب الغربا آقا جانمان امام رضا رو تسلیت و تعزیت عرض می کنم به محضر شما همه دلدادگان و عاشقان امام رضا علیه السلام. یه شعر بسیار خوبی رو براتون آماده کردم تو روز شهادت امام رضا بخوانم. آقا جان اگر بناست که لطف کسی به ما برسد، خدا کند فقط از جانب شما برسد. نخواه منت بیگانه بر سرم باشد، خوش است خیر همیشه از آشنا برسد. از آستان رضا هرچه میرسد بیشک، بدون واسطه از محضر خدا برسد. آقا جانم شما دعا کن اگر عمر من کفاف نداد، جنازه ام شب جمعه به کربلا برسد. یه حدیثی رو از آقا رسول الله میخوندم که میفرمودن پاره ای از تن من، از فرزندان من در خطه خراسان دفن خواهد شد، که هر کسی به زیارت این عزیز برود خداوند متعال بهش رو براش واجب میکنه. و این زیارت بسیار با صفا و معنوی حرم امام رضا علیه السلام توی روایات بسیار سفارش شده که فضیلت و ثواب زیارت امام رضا علیه السلام حتی از زیارت حرم مطهر امام حسین علیه السلام هم بالاتره. ما تو باب فضیلت زیارت کربلا روایت‌های بسیار زیادی رو شنیدیم، اما حدیث می‌فرماید فضیلت زیارت حضرت رضا علیه السلام از کربلا بالاتره. در ادامه حدیث می‌فرماید دلیلش اینه که آقا ابی عبدالله رو همه زیارت میکنن، اما زائران حضرت رضا علیه السلام فقط شیعیان اثناعشری هستن، اونهایی که به 12 امام علیهم السلام قائلند. تو باب فضیلت زیارت امام رضا خیلی میشه صحبت کرد. یک روایتی رو از خود آقا امام رضا میخوام بخونم که فرمود من زارنی فأتیته فی ثلاثة مواطن، هر کسی یک بار به زیارت من امام رضا بیاد سه جا به دادش میرسم. میگن شیخ مرتضی حائری عادت داشت به کرات میرفت تو حرم امام رضا برای زیارت. بعد از اینکه از دنیا میره توی عالم خواب به یکی از شاگردانشون که میگه برام سوال شده بود، شیخ مرتضی حائری با این که زیاد به زیارت امام رضا میرفت آیا امام رضا بعد از مرگ به قولش وفا کرد و این که فرموده یک بار به زیارت من امام رضا بیایید سه جا به دادتون میرسم، میگه من این سوال از استادم کردم. شیخ مرتضی بعد از مرگ امام رضا اومد بالا سرت؟ میگه مرحوم حائری تو خواب به شاگردش فرمود به هر تعدادی که رفته بودم تو حرم امام رضا علیه السلام بعد از مرگ امام رضا اومد بالای سرم و امام رضا به قولش وفا کرد. چقدر خوبه که ما وقتی مشکلی برامون پیش میاد، حاجتی داریم، بریم در خانه امام رضا علیه السلام، بریم تو حرم امام رضا
قربون حرم با صفات برم آقا جان. در باب غربت و مظلومیت امام رضا زیاد میشه صحبت کرد. میگن وقتی مأمون به اجبار امام رضا رو از مدینه به سمت مرو آورد، حضرت رضا علیه السلام موقع خروج از خانه فرمود برا من گریه کنید به برادران و خواهرانش، و تو این وداع خود حضرت رضا علیه السلام هم اشک ریختن. سوال کردن که آقا جان به زبان ما، به اصطلاح ما، پشت سر مسافر گریه کردن خوب نیست. حضرت فرمود مسافری که میدونه برمیگرده به وطن خودش، اما من امام رضا میدونم دیگه این سفر برگشتی نداره. آقای امام رضا علیه السلام در یک شهر غریب و غربت مظلومانه به شهادت رسیدن. میگن اون لحظه آخر نگاهشون به درب بسته حجره بود. عباسد میگه دیدم یا آزاده نوجوانی وارد خانه شد. آقا شما که هستید؟ در بسته بود، از کجا آمدید؟ صدا زد عباسد، همون خدایی که من از مدینه به اینجا رسوند از در بسته هم عبورم داد. من جواد الائمه پسر امام رضا هستم. اون لحظه سر پدر رو در آغوش گرفت و لحظه احتضار کنار بابا بود. هر موقع این روزه خونده میشه، ناخواسته نه فقط من بلکه همه اونهایی که اهل روزه هستن و یه عمری پا روزه ها بزرگ شدن، دلشون کربلا میره. امام رضا اون لحظه آخر جواد آمد، جواد الائمه سر شما رو به زانو گرفت، در آغوش گرفت. اما کربلا این قضیه برعکس شد. دیدن حسین آمد بالای سر علی اکبر و این سر شکسته علی اکبر رو در آغوش گرفت. یه شعری رو آماده کردم، هر جای دنیا صدای منو میشنوید یه دو سه بیتشو بخوانم از باب ذکر توسل به امام رضا علیه السلام به نیت فرج آقا جانمون امام زمان. انشالله که به همین زودیا نصیب بشه برید کنار حرم مطهر آقا امام رضا. این صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درت غلام و نوکرت، مرا نزدر مرا به جان مادرت. علی موسی رضا، علی سر رضا، علی موسر رضا. روز شهادت امام رضا. آقا جانم غیر تو یاری ندارم، با کسی کاری ندارم، گر مرا از در برانی جای دیگر من ندارم. تو خوبی من بدم، به این در آمدم، به جان فاطمه مکن مولا ردم. علی موسر رضا، علی موسر رضا، علی موسر رضا، علی موسر رضا. خب امروز هم در روز شهادت آقا جانمان امام رضا علیه السلام
مهمان نگاه شما دلدادگان و عاشقان امام رضا علیه السلام هستیم با برنامه روز حسین. یه فاصله کوتاه بریم و انشالله برگردیم در محضر کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجای شاهینی عزیز هستیم و انشالله از محضر آجا بهره خواهیم برد. یا علی مدد. درد دلم هوا تو، دان دلم تلا تو، درد دلم هوا تو، دان دلم تلا تو، باز میبینم خودم رو تو آسمون هشتم، تو آسمون تم، ساکن جنتم، شامل رحمتم، خوش به سعادتم، تو آسمون تم، بین هوای تو، پایین پای تو، مسجد زیارتم، آمدم ای شاه پناهم بده، آمدم ای شاه پناهم بده، خط اماری ز گناهم بده، خط اماری بده، دور مرا نظر و راهم بده، دور مرا نظر. بگو بگو. آمدم ای شاه پناهم، بگو آمدم ای شاه بده، خط امانی ز گناهم بده، خط امانی بده، دور مرا از در و راهم بده. نمیره یادم آقا خاطره های مشهد، نمیره یادم آقا خاطره های مشهد، قدم زدن میونه صحن و سرای مشهد، قدم زدن میونه مشهد، یادش به خیر آقا اوج شلوغی آقا، تی زایر می زدمت صدا، یادش به خیر آقا دم غروب حرم، یه حس خوب حرم، شدم حاجت روا باز رسط گری آقا، یاد من افتاد وقت غروب رو به روی پنجره فولا، کربلا خواستم ازش و حاجتم و داد، امام رضا امام رضا زامل آهو. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت و تعزیت مجدد عرض می کنم خدمت شما، سال روز شهادت آقا جان ما امام رضا علیه السلام رو. خداوند متعال معرفت ما رو نسبت به اهل بیت زیاد کنه انشاءالله. در استودیو پخش مهمان بسیار عزیزی داریم از اساتید محترم امام پژوه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای شاهینی. حاجا خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم محضر. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم ایام شهادت سامن الحجج علی ابن مسر رضا رو محضر حضرت عالی و بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم و محضر وجود نازنین امام عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف عرض تسلیت داریم. انشاءالله که بتونیم در این ایام شهادت جلسه خوبی داشته باشیم. خیلی ممنونم از حضور شما. خیلی لطف کردید علی رغم همه برنامه هایی که داشتید، به هر حال دعوت مجموعه بیت العباس علیه السلام رو قبول کردید و انشاءالله از محضرتون بهرمند خواهیم شد. حاجا سوالی که امروز در محضر شما هستیم سوالی است که به هر حال در قالب یک شبهه تو فضای مجازی خیلی مطرح میشه و هدفم خب به هر حال مشخصه، برای اینکه جوانا رو از اهل بیت علیهم السلام خاصه امام حسین جدا کنن. شبهه میکنن و میان مطرح میکنن، میگن که آقا شما چرا برای امام حسین گریه میکنید؟ اصلا قضیه شهادت امام حسین علیه السلام یه دعوای خانوادگی بوده بین عرب ها، بین یزید لعنت الله علیه و آقای امام حسین علیه السلام، و چه ربطی به ما داره؟ مثلا حول این مبحث و این شبهه انشاءالله از محضرتون بهره ببریم و انشاءالله پاسخ داده باشه. سلامت باشید. اولا چون ایام شهادت
علی ابن مسرزان علیه آلاف و تحییت و سنا هست، زمان حضور خود علی ابن مسرزا هم امواج شبهات و سوالات بوده، مخصوصا زمان امامت علی ابن مسرزا. خب یه دورانی بود که واقفه بودن، بالاخره یه عده‌ای نیامدن، همراه نشدن با امامت امام رضا علیه السلام، و موج این شبهات، حتی شنیدید جلساتی مأمون هارون برگزار میکردن که بتونن حالا هیمنه علی ابن مسرزا رو بشکنن، ولی اون جلسات معلوم این که این همه شبهه تو جامعه بوده، حداقل علماشون این سوالا رو چه روی عناد چه روی جهل مطرح میکردن. پس زمان حضور امام معصوم هم پر از این حرف ها بوده به حضرات معصومین، مخصوصا وجود نازنین جواد الائمه آقازاده امام رضا. خب دیدید که داستانش رو شنیدید، وقتی اون جلسه برگزار شد، حضرت جواد در سن 7 یا 8 سالگی جوری جواب سران عالم مخالفین رو میده که همشون انگوش به دهن وای میسن و میدونن چی بگن مقابل این امام جوان. لذا این در زمان خود امام هم بوده، چیز جدیدی نیست. اما بعد از شهادت سید الشهدا، خب این حرف ها پررنگ شد دیگه. همون تعبیری که امیر مؤمنان علی علیه السلام به جناب زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن که دخترم این وقایع اتفاق میفته و روضه های کربلا رو خوندن، در انتهای اون حدیث حضرت فرمودن که بالاخره ابلیس از غروب عاشورا و کار خودشو شروع کرد، فجعلوا شغلکم بتشکیک الناس فیه، دستور داد برای خودش و نوچه هاش، برنامه این بود که شک و شبهه بندازن. خب این برنامه بود، زمان ائمه معصومین هم بود، حتی وجود نازنین امام رضا روایتی رو حضرت میفهمن دل اهل بیت برای شیعیان آخر زمان خیلی سوخته، یکیش از وجود نازنین امام رضاست. حضرت رضا فرمودن یک وقتی که فرزند سوم من غائب میشه، یک فتنه شیعیان رو میگیره و مردم اون زمانه رو میگیره که دوستی ها از هم گسسته میشه، و توش خیلی این فتنه رو حضرت زنگ خطر رو به صدا در آوردن برای شیعیان آخر الزمان. لذا این دوره تاریک غیبت اقتضا اینجور حرف ها رو با اون دستوری که ابلیس به نوچه هاش داده و خودش درگیره وسط میدانه، خب همه اینا رو کنار هم بذاریم، از همه اینها به نظر من ترسناکتر کلام جواد الائمه علیه السلام. حضرت جواد فرمودن، از امام جواد سوال کردن که چرا به امام آخر قیام کننده میگوین؟ حضرت فرمود یقوم بعد موت ذکره، چون وقتی تشریف می آورد که دیگه نامی از او نیست. بعد موت ذکره، یعنی نام و یاد امام از مرده، مرده یعنی دیگه جانی نداره، از بین رفته، یعنی دیگه چیزی نیست. دفن، مرده رو چیکار میکنن؟ دفن میکنن دیگه، نام حضرت دفن میشه. الله. و تو خونه ها، تو زندگی ها، تو جوامع، توی بین مردم و شیعیان دیگه نیست نام حضرت. خب این اقتضاعات عرصه و دوران تاریک غیبت همینه. یکیش همین سوالی است که شما فرمودید که آقا برای اینکه جمعیت رو از روضه سید الشهدا و عزاداری بر ابی عبدالله دور کنن، میان میگن چی؟ میگن آقا این یه دعوایی بین دو تا طایفه عرب بوده. حالا اینکه خوبه، یه دنگم دعوای بین عرب و عجم بوده، باز اینم که خوبه، اینم راه داره. یه دی میگن اصلا دعوا سر یه دونه فرد، مثلا دعوا ناموسی بوده به قول خودمون. همه این مزخرفات و اراجیف رو به تعبیر ما میگن برای چی؟ برای اینکه یه دی که اطلاعاتشون ضعیف حوزه سید الشهدا است، اینا فاصله بگیرن و کم کم از دستگاه سید الشهدا، چون میدونه ابلیس اگر این جمعیت از دستشون از دامن سید الشهدا جدا بشه، ابلیس برنده است. لذا تو روایت حضرت امیر انتهاش ابلیس به نوچه‌هاش گفت شروع کنید به شک انداختن. چرا؟ پرسیدن خب چرا ما این کارو بکنیم؟ ابلیس گفت چون هر کسی به این خاندان همشون گرفتار میشن و بیچاره میشن و گمراه میشن، الا من اعتصم به هذه العصابه، الا کسی که به این دستگاه سید الشهدا چنگ بزنه، به این دامن اهل بیت دست نیاز و توسل داشته باشه.
خب باید اینا رو دستشون رو چجوری کوتاه کرد؟ با اینکه حرفای زده بشه همینجوری یه حرفی بندازیم دیگه، حالا یا میگیره یا نمیگیره دیگه. این هم اون حرفایی که انداختن. آقا دعوا بین دو طایفه عرب بوده، اصلا چه ربطی داره؟ خب حالا ببینیم چه جوابی میشه به این داد. یا اصلا استاد من شنیدم که میگن دعوا سر خلافت بوده، خلافت حکومت بوده، رسیدن به حکومت بوده. در چند قالب بوده برای همه شده. میگم دیگه باید هی حرف بزنن تا یکیش بگیره دیگه. بله میخوام بگم هیچ ربطی به ما نداره اصلا این قضیه. برای چی ما عزاداری کنیم؟ دعوای طایفه‌ای بوده، تمام 1400 سال پیشم تموم شده، تموم شد، ول کن آقا، مشکی بپوش، دو ماه عزاداری خرج کن. ببینید اولا اگه دعوا میگن برای حکومت بوده، فعلا که عمر سعد بیشتر حکومت کرد. ای هر جا که رفت گفت من برای حکومت ری اومدم. اینقدر گفته که تو همه جای تاریخ اومده که بابا عمر سعد اومده بود به گندم ری برسه و نرسید. دیگه همه میدونن تا بچه ریزه اتاق خونه عمر سعد هم فهمیده بود که باباش برای چی داره میره جنگ. پس سید الشهدا همچین جمله‌ای رو تو هیچ کجای این سفر نقل نشده از سید الشهدا. نه تو تاریخ شیعه، نه تو تاریخ غیر شیعه، هیچ جای تاریخ نیامده که سید الشهدا اول از مدینه که حرکت کردن تا مکه و ایام حج تو سفر به سمت کربلا جای سید الشهدا گفته بودن بله ما قراره بالاخره به حکومت برسیم و چون قراره به حکومت برسیم داریم میریم. اصلا اگر حضرت سید الشهدا برای حکومت حرکت میکرد خیلی کار اشتباهی کرده بود. چون آقا شما اگه قراره برای حکومت بری و کودتا کنی و حکومت رو بگیری، چرا این خودتو لو دادی من دارم کجا میرم؟ کدوم آدم عاقلی برای حکومت را میفته و هی خودشو لو میده؟ ازت هر جا رسیده گفته من دارم میرم این سمتی، نامه دارم، 18000 نفر گفتن بیا، فلانی گفته بیا، من دارم از این مسیر میرم، ما قراره فردا فلان جا اتراق کنیم. آقا اگه تو قراره بری حکومت کنی، حکومت رو دست بگیری، کودتا کنی، حکومت به دست گرفتن یعنی یه کودتا کنی، حاکم رو زمین بزنی و حکومت رو دست بگیری، برای چه خودتو این لو دادی؟ پس این با حکومت برای حضرت برای حکومت حرکت کرده باشه معنا نداره. چرا با زن و بچه تو اومدی؟ احسنت. اگر سید الشهدا برای حکومت رفته باید جنگی می‌کرده برای حکومت گرفتن. جنگ که با زن و بچه معنا نداره. تو فرزند خردسال تو برشی آوردی که بری حکومت بگیری، اونا رو باید می‌ذاشتی در خونه می‌شستن در امن و آسایش. وقتی حکومت تو میگرفتی زمین میدادید باشید بیاد در مقر حکومتی من استقرار پیدا کنید. قاعدش همینه دیگه اصولا. پس ابی عبدالله نه برای حکومت حرکت کرده چون خودش هیچ جا نگفته، نه برای جنگ حرکت کرده چون نشانه های حرکتش و لشکرش نشانه جنگ نبوده سید الشهدا. بله. پس ابی عبدالله نه برای حکومت، اما اینکه دعوا بوده بین دو تا حضرت رفته دعوایی کردن رو تموم شده. دعوا خب چرا تو مدینه اتفاق نیفتاد؟ اگه دعوا بوده خب همونجا دعوا رو تمومش میکردن. چرا سید الشهدا باید بید مکه؟ بعد تو اگه دعواست، دعوا قاعده داره، قانون داره. عرب در زمان جاهلیت و تا روز عاشورا قانون جنگ های عرب این بوده، یعنی چه قبل اسلام چه بعد اسلام. بعد اسلام هم پذیرفته شد و همین رعایت میشد. جنگ ها چه شکل اتفاق میافتاد؟ جنگ ها موقع زوال ظهر، اذان ظهر شروع میشد که زیاد طول نکشه، دم غروبم تعطیل میشد. چرا؟ دو طرف برگردن قواشون رو برگرده، زیاد کشته نده جنگ، جنگ زود تمام بشه، نیروها تحلیل نره، شب استراحت کنن تا فردا زور دوباره جنگ رو ادامه میدادن. این شکلی بوده، در زمان جاهلیت هم بوده، در زمان پیغمبر و بعد پیغمبر هم بوده. الا دهم محرم سال 61 هجری که جنگ از کی آغاز شد؟ از اول صبح آغاز. چرا؟ چون عمر سعد گفت خلاف، چون حضرت رضا هم سلام الله علیه امشب نام حضرت هم میاد، حضرت فرمود محرم ماهیست که حرمت ما رعایت نشد و خاندان ما ناموس ما هتک شد. یکی از اون چیزا اینه. حضرت فرمود اقوام و آداب و رسوم جاهلیت رو هم زیر پا گذاشتن در روز عاشورا، رسوم خودشون هم زیر پا گذاشتن. چطور؟ جنگ رو از صبح آغاز کرد. عمر سعد گفت زود شروع کنید، میخوام تا غروب نشده قائله رو جمع کنم، من برم زودتر به حکومت ری برسم و من باید تا شب نشده کار حسین رو یکسره کنم. لذا خودشون به قوانین خودشون هم احترام نگذاشتن، قوانینی که خودشون آبا اجداد خودشون گذاشته بودن. سید الشهدا برای حکومت نرفت، دعوا قوم قبیله‌ای هم نبود، نشانه‌هایش که عرض کردیم. یک، دو،
خود سید مگه نمیگیم دعوا قبیله‌ای بوده، بعد خود سید شاهدان اشاره‌ای کرده باشه، در صورتی که روزی که خواست حرکت بکنه ام سلمه اومد جلو گفت حسین جان نرو. بعد سید شاهدان چه فرمودن؟ فرمودن ام سلمه من به دستور پیغمبر دارم حرکت میکنم، جدم رسول الله دستور داده. حسین جان نرو. ابی عبدالله فرمود جدم رسول الله فرموده ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواهد تو را کشته ببیند. این دعوا قبیله‌ایه، بس باید میگفت من دارم میرم اون قائله رو ختم بکنم. نه، دستور دستور خداست، واسطه نقل هم وجود نازنین پیغمبر اکرم. حسین جان اگه میری زن و بچه تو نبر. حضرت فرمودن ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد که اینها رو اسیر ببینه، خدا میخواهد. دعوا قبیله‌ای نبوده. باز این شاهد دوم. شاهد سوم، ابی عبدالله میخواد حرکت بکنه. محمد حنفیه نیامد، عده‌ای همراه نشدن. سید الشهدا میخواد حرکت بکنه، به قول امروزی‌ها مانیفست حرکتشو گفت. حضرت فرمودن من دارم میرم، نه برای ظلم، نه برای سرکشی، نه برای سر صدا کردن، نه برای وحدت امت رو به هم زدن، من برای هیچ کدوم از اینا از مدینه خارج نشدم. لم اخرج بترن ولا شر، هیچی هیچی. خب حسین جان پس برای چی داری آقا حرکت میکنی؟ داری میری دعوای قبیلگی رو حل کنی؟ داری دعوای بین تو و لشکر عمر سعده؟ دعوای تو و عبیدالله؟ دعوای تو و یزید ابن معاویه لعنت الله علیه؟ نه، اینی اخرج، پس برای چی دارم خارج میشم؟ آمر بالمعروف و انها عن المنکر، من برای اینکه سی به سیره و روش جدم پیغمبر عمل کنم، یک سیره و روش جدم پیغمبر رو در جامعه انتشار بدم، چون مرده نام پیغمبر، یاد پیغمبر، دین پیغمبر، و سه برای امر به معروف و نهی از منکر که معنای خاص داره. امر به معروف و نهی از منکر، نه این چیزی که ما میگیم. من برای اینا رفتم. کجا سید الشهدا فرمودن ما داریم میریم یه دعوایی است، باید داریم حلش کنیم، با بچه‌ها داریم میریم یه دعوایی رو حل کنیم. با زن و بچه داریم میری دعوا رو حل کنی؟ پس چیزی که خود گوینده داره میگه من برای چی حرکت کردم، این میشه دلیل حرکت، نه که شما بنشینی هر چی که از هوا و هوس خودت به میل و رغبت خودت هست بگی آره آقا رفتم دعوا. نه، دعوا نبوده. اینا توضیحشو بیشتر میدم، این سه تا جمله سید الشهدا رو. اما نکته چهارم، سید الشهدا، کسی که این حرف رو در مورد سید الشهدا میزنه که آقا رفتن برای دعوای قبیلگی، معلومه پس معنای امام رو نفهمیده. سید الشهدا امامه، در امام بودنش که شکی نیست. اون کسی که این شبهه مزخرف رو میگه، اگر بگه سید الشهدا امام نیست، خب اصلا ما باش کاری نداریم، چون ما این آقا رو امام و حجت خدا میدانیم. اگه تو امام نمیدانی که خب ولش کن، ولی اگر امام میدانی پس معنای امام رو نفهمیدی. امام رو بره برای دعوای قبیلگی. با یه مثال این مکسی هم خواستید بکنید، با یه مثال عرض کنم. معنای امام رو نفهمیدیم، خیلی همون نفهمیدیم. یکی از چیزایی که درد داره، حالا ربطی هم به جواب سوال شما نداره اما بگم، جاش هست. جنگ خندق، وقتی عمرو بن عبدود از اون ور خندق اومد این ور و شروع کرد عربده زدن که های حل من مبارز، یکی بیاد وسط، خب هیچ کی احتمال نمیداد کسی هم اونور خندق بتونه بیاد این ور، ولی این فرید بزرگ یل کفار بود آمد این ور، اون هیبت و هیمنه و شمشیر و از ابزار و یراغالاتی که به این دیدن، همه میگه سرا رو مثل اینکه رو سرشون پرنده بود، علا روسه هم از تیر انگار کرد و همه سرا سنگینی میکرد، همه سرا رو انداختن پایین. پیغمبر گفت این داره سر عربده میزنه، یکیتون بلند شه بره جواب اینو بده. آقا امیرالمومنان بلند شد، جوان علی ابن ابی طالب سنی نداره، امیرالمومنان بلند شد. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان شما بچین. بار دیگه اون شروع کرد عربده کشیدن، پیغمبر به این لشکر مثلا مسلمان که عرض کردم دیشب اسمشون منافق و کافر بودن، باز پیغمبر فرمود یکی بلند شد، امیر مؤمنان بلند شد. بار سوم حضرت فرمودن علی جان برو، که روایت نازل شد
و پیغمبر فرمود که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی همه جن و انس عبادت کنن توی کفه ترازو بذارن یه طرف، این ضربه علی ابن ابی طالب میچربه بر اون همه عبادتی که شما من الازل الی الابد عبادت کنید، این ضربه چون عالم اسلام رو نجات داد. خب تا اینجا همه شنیدیم، امیر مؤمنان جنگ تن به تن آغاز شد، امر رو زمین زد حضرت، زمین زد. تا اینجاش هم تو تاریخ مشهوره که حضرت وقتی زمین زد، خب قاعدش اینه که باید کشته بشه طرفی که زمین خورده. حضرت رفتن که کشتن امر رو انجام بدن، میگن حضرت بلند شد یه دوری دور میدان زد. و این رو برخی از شعرایی که حالا در حوزه اعتقادات بسیار ضعیفن و چه بسا مخالفت و معاندت هم دارن، اما چون در حوزه ادبیات قویان اسمشون سر زبون هاست، کاری هم بهشون نداری، چون ما اعتقادمون از شعرا نمیگیریم، اعتقادمون از محمد و آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین میگیریم. حضرت اومدن سرشو جدا کنن، برگشتن یه دوری زدن، بعدن سر رو جدا کردن، که مشهور شده به این که بالاخره این یه آب دهانی به حضرت انداخ و حضرت همون لحظه سر رو جدا نکردن، دور زدن. خب یه غلط مشهور وقتی امام رو نشناسی میشه، همه به این داستان که میرسن میگن چی؟ همون اون آقای شاعر معروف و هم بقیه که شرح دادن این داستانو میگن بله، این وقتی آب دهان انداخ علی ابن ابی طالب عصبانی شد، گفت نه من با حالت عصبانیت نه، من باید برای خدا سر اینو جدا کنم. حضرت یه دور زدن، عصبانیتشون فروکش کرد، اومدن برای خدا سر رو برید. غلط مشهور، غلط 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 مشهور. چرا مشهور باید بشه؟ من این سری حرم حضرت رضا مشرف شدم، کتاب فروشی آستان قدس رفتم، از قصد کتابای داستانای کودک رو رفتم، دیدم یکی از داستان کتابای داستان کودک به این داستان اشاره کرده، از قصد وایسادم اینا چجوری تحلیل کرد، دیدم داستان آورده از امالی مرحوم شیخ صدوق، قشنگ داستان کامل آورده، بعد چهار تا خط کشیده، حالا تحلیل آقای نویسنده، اونم همین غلط اشتباه مشهور رو تکرار کرده. بله علی عصبانی شد، دور زد که عصبانیتش آرام بگیره. علی معصومه، عصبانی هم بشود، حالا تعبیر عصبانیت از ما برگردان فارسیش میشه عصبانی، علی خشم هم بکند خشم خداست، علی خنده هم بکند خنده خداست. چرا ما اینو نمیخوایم بفهمیم؟ او معصومه. لذا سید و شاده برای اصلا ما میگیم برای دعوای قبیلگی رفته، خب نرفته، اولا خودش که نفرموده، رفته باشد هم او معصومه، باید بگیم چش دعوای قبیلگی بوده باش. نبوده اولا، میگیم هر کاری سید و شهدا بکند معصومه. پس ما معنای امام رو نفهمیدیم که با یه آب دهان باید حضرت عصبانی بشه و دور بزنه. سید و شهدا برای وقتی امام رو نفهمیم، سید و شهدا برای دعوای ناموسی و دعوای قبیلگی و حکومت و اینا رفته. پس ما مشکلمون امام شناسیه، ما امام رو نشناختیم، معنای امام رو نمیدانیم. اصلا حضرت استاد به هر حال قبل از شهادت امام حسین علیه السلام وقتی ما نگاه میکنیم به شورای سقیفه، بله، خب امیرالمومنین که جایی نرفت، اینا ریختن در خونشون، هجوم وحشیانه، بله، انجام شد و اینها باقی مانده همونا هستن. یه فاصله کوتاه بریم و برگردیم. حالا من ان شاء الله سوالی هم تو ذهنم هست که بعضی به هر حال شبهه وارد میکنن، میگن بنی هاشم نسبتی هم با بنی امیه داشتن یا نداشتن، دعوای فامیلی بوده، شال استفاده خواهیم کرد از معذرت. وقتی که میام مشهد، وقتی که میام مشهد، تو سم دم گوهر شاد، وقتی که میام مشهد، تو سم دم گوهر شاد، زانو میزنم میگم سلطان به سلامت باد، سلطان به سلامت باد، سلطان به سلامت باد، سلطان واسم ولی اسم شاداد جان، سلطان واسم ولی اسم شاداد جان، امید آخر همه مردم ایران، از سلطان جانم. خب در محضر استاد عزیز حاجی شاهینی عزیز هستیم. حاجی بسیار بحث مفیدیه و بسیار بیان زیبایی داشتید، استفاده کردیم. من سوال رو مجدد تکرار میکنم محضرتون، به هر حال امروز برامون فرمودید که این
حرکت عظیم سید الشهدا علیه السلام نه تنها یک دعوای قوم و قبیله‌ای نبوده، بلکه هدف جنگ نبوده، هدف این بوده به هر حال امر معروفی بشود، نهی از منکری بشود. اون تا اینها ادامه دهندگان راه سقیفه‌ای بودن که امام حسین رو خیلی مظلومانه اشاره هم فرمودید، پاری رسوم خودشون هم گذاشتن، این که فرمودید حتی تو ماه محرم که اصلا ماه حرام است و جنگ و جدال حرام، اینها اومدن توی ماه محرم امامشون رو به شهادت رسوندن. خب آجا، سوال این بود که به هر حال بین بنی هاشم و بنی امیه نسبی هست، اینا نسبتی با هم دارن، فامیل میشن نمیشن؟ برام میگم دارن انشالله به فرد سلامت باشید. ببینید، ما نمیخوایم منکر اصل و نسبها بشیم که، اما اصل و نسبها چقدر اعتبار دارن؟ حرف سر اینه آقا، بله اینا از فرزندان هاشمند، وجود نازنین حضرات معصومین بنی هاشم حساب میشن، اونا بنی امیان، بالاخره در صدر و در انتها عبد مناف و به اجدادشون شاید به یک جد هم میرسن و به تعبیر خودشون عموزاده حساب میشن اینها، قبول، نمیخوام اینو منکر بشیم، اما مگه نسبها و نسبتها رو توی عالم اسلام و تشیع چقدر اعتبار بهش دادن؟ پسر خلیفه اول رو امیر مؤمنان میفرماید بهش بگید محمد ابن علی، نگید محمد ابن ابی بکر. خب پسر حضرت نوح هم، خب حالا که اینو گفتم این رو نکته رو عرض کنم، استفاده میکنم. سخنرانی اول سید الشهدا تو ظهر عاشورا، وقتی حضرت شروع کرد خودش رو معرفی کردن برای اینکه این جامعه هدایت بشن و برگردن، که خیلی ها هم جمعیت شروع کرد تک به تک هی اومدن اضافه شدن به لشکر سیدالشهدا، چون فهمیدن دارن گول میخورن. وقتی سیدالشهدا خودش رو معرفی کرد، توی نقلی هست توی مقاتل، عمر اسد دید داره قافیه رو میبازه، عمر اسد و شمر به سران لشکرشون گفتن که برید به لشکریانتون بگید استغفرالله، خدایا ببخشید، تو تاریخ اومده دارم نقل میکنم، گفتن که حسین داره خودشو معرفی میکنه فرزند پیغمبره، برید بگید نوح هم پسر داشت، پسرش بدک کار داره، برای اینکه بشکنن هیمنه سخنرانی سیدالشهدا رو. پس اینا خودشون هم قائل به نسب نیست. نبودن. حالا گفتن، میتونستن بگن اه راست میگه، پسر پیغمبره، بدید آقا، بذارید آقا رد شه، گفتن نه، نوح هم پسر داشت. پس چطور اونجا از نسب استفاده میکنید برای کوبیدنش، وقتی کارتون لنگ میمونه و بعدن بعد از 1400 سال هنوز علم سیدالشهدا بر فراز میدرخشه، حالا میاد اعتراض میکنید که اینا که فامیل بودن، نسبت داشتن. نسبت رو خودتون تو ظهر عاشورا منکر شدید و گفتید اگر پسر پیغمبری، خب نوح هم. پس اینا با هم جور در نمیاد، این اولا اصل اشکال شکسته بشه، غلط. دوما نسبت باش، نسبت داشتن، اما نسبت اعتباری نداره مقابل حجت خدا. اگر اعتبار داشت، بذارید یه داستان عرض کنم. جویبر یه آدمیه در زمان پیغمبر زندگی میکنه، یه روز پیغمبر این بنده خدا رو دید و بهش گفت جویبر ها چرا ازدواج نکردی؟ گفت آقا من خودت میبینی نه قیافه‌ای دارم، نه پول دارم، نه حسب و نسبی دارم، من حسب و نسب هم ندارم، بخاطر هم این کس به من زن نمیده. این اتفاقی که الان مخصوصا جامعه شیعه خورده درگیرشه دیگه، سن ازدواج ها و این بحثا، این فقط به خاطر اینکه ما از معارف اهل بیت جدا افتادیم و دور شدیم، و الا این کلام پیغمبر. پیغمبر گفتن که خب من خودم میرم برات خواستگاری. پیغمبر رفت خواستگاری یکی از پولدارای مدینه، رب به پدر این دختر گفت که این جویبه رو همه ما میشناسیم، تو مدینه داره صبح شب میبینیمش خیابونا میره، این نه قیافه داره، نه پول داره، نه حسب و نسبی داره، اما یک چیز فقط داره، اونم دینه، دین داره، متقیه. لذا رو کرد پیغمبر به جویبر، گفت جویبر فکر نکنی تو اهل مدینه از همه پایین تری،
الان تو این ساعت تو مدینه هیچکی از تو بالاتر نیست مگر کسی که اهل عبادت و تقوای بیشتری است باشه. چرا؟ چون ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس فکر نکن چون حسب و نسبی نداری بدبختی، نه، هر کی بیشتر عبادت کنه، بیشتر تقوا داشته باشه، بیشتر گناه نکنه از تو بالاتره. و اون ازدواج سر گرفت و الحمدلله به سفارش پیغمبر. ببینید حسب و نسب داشتن تو عرب معتبر بوده، لذا تو رجزهای اصحاب سیدالشهدا دو تا چیز پررنگ بود. یکی این که اول می آمدن می گفتن ما دینمون چیه، لذا همشون بالاتفاق گفتن انا علا دین علی، ما دینمون دین علی ابن ابی طالب، دین امیر مؤمنان، ما به اون دین هستیم. بله. دومین چیزی که بود حسب و نسبشون رو معرفی میکردن، انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، انا غلام الاسدی، از خود من قبیله بنی اسدم، اون یکی از فلان، هر کی خودشون هست. که خب داستان مشهورش هم غلام ابی عبدالله سی غلام ابوذر که به ابی عبدالله رسید، جون وقتی وارد شد این حسب و نسبی نداشت، اما حسب و نسب خودشو وصل کرد به خدای متعال. وقتی وارد میدان شد یه جمله گفت، گفت امیری حسین و نعم الامیر، من قوم و قبیله ندارم اما آقام حسینه و چه خوب آقاییست ابی عبدالله. حسب و نسب محترم بوده برای قوم زندگی های اجتماعی، بله. اما مقابل حضرت ایستادن چه ربطی داره؟ وقتی تو میخوای مقابل حجت خدا بیستی، برادر امام هم باشی، باید از دور خارج بشی. ببخشید چون این پسر عمو بوده پس دعوا فامیلی بوده؟ نه، این چه فامیلیه که شمشیر رو فامیلش کشیده؟ این چه فامیلیه که جایگاه حجت خدا رو اصلا نمیشناسه، خبر نداره؟ این چه فامیلیه که دستور عموی بزرگوارشون جد مطهر سید الشهدا رو زیر پا گذاشتن؟ مگه پیغمبر ابی عبدالله رو معرفی نکرد؟ حسین منی و انا من حسین نفرمود؟ مگه پیغمبر روضه سید الشهدا رو نخوند؟ اگر حسب و نسبه، اگر اینا فامیل بودن، این چه فامیلیه که هیچ کدوم از احترام هایی که بین دوتا قوم و قبیله هست رعایت نکردن؟ نه، این معنا نداره که بیایم با این دلیل بخوایم جریان عاشورا رو بخوایم بکوبونیم زمین و یه شبهه و سوالی حرفی به ساحت عاشورا وارد کنیم. این نمیتونه دلیل دقیقی باشه. اگر هم حسبی و نسبی و ارتباط نسبت فامیلی هم هست که ما منکر نمیشیم هست، این دلیل نمیتونه باشه برای اینکه بگیم چون دعوا فامیلی بوده پس بخیال، به ما چه ربطی داره؟ نه، عرض کردم وقتی پیغمبر خبر شهادت سیدالشهدا رو برای مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها میاره، اولین چیزی که فاطمه زهرا میپرسه میگه یا ابتا، کی بر حسینم گریه میکنه؟ خب چرا فاطمه زهرا نفرمودن که کیا میکوشنش؟ خب اینا که فامیلن، بریم در خونهشون حل کنیم مشکل و علم. نه، صحبت سر فامیلی و اینها نیست، صحبت سر امر به معروف و نهی از منکره که الان ترجمهشو عرض کنم. امر به معروف و نهی از منکری که سیدالشهدا به خاطرش حرکت کرد، امام صادق ترجمه کرده، پیغمبر اکرم هم ترجمه کرده. پیغمبر در خط آخر خطبه قدیر بعد از حدود 3 ساعت 4 ساعت سخنرانی، این جمعیتی که نگه داشتن 120 هزار نفر رو زیر آفتاب، پیغمبر فرمودن الا ان راس الامر بالمعروف و ان تنتهوا الى قولی. نقطه قله اوج امر معروف اینه که برسید به اینجا، یعنی مردم رو، معروف یعنی قدیر، معروف یعنی علی ابن ابی طالب. امام صادق هم به ابو حنیفه همین رو فرمودن. حضرت ابو حنیفه سوال کرد آقا جان معروف یعنی چه؟ حضرت فرمود المعروف هو علی ابن ابی طالب. گفت آقا پس طبق این ترجمه منکر چی؟ حضرت فرمود اللذان ظلما حقه. منکر اون دوتا ملعونی هن که در حق علی ظلم کردن. بله. گفت آقا پس ما نماز یکی نمیخونه بهش میگیم برو نماز بخون؟ حضرت فرمود نه، تو داری به سمت یک خیری راهنماییش میکنی، این امر معروف نیست. امر معروف یعنی امر به علی ابن ابی طالب. سیدالشهدا برای احیاء نام علی ابن ابی طالب که همان دینداری است و همان آیین توحید یکتاپرستی است، برای او حرکت کرده، نه که برم آقا دعوا فامیلیه عزیزان بذارید ما بریم حلش کنیم. اگر فامیلی هم هست، این نکته رو بگم طولانی نشه، چه جور فامیلی؟ بنی امیه بله، با بنی هاشم بالاخره یه نسبت فامیلی پیدا میکنن، اما بنی امیه به قدری نسبت ها رو به هم ریختند
که خدای متعال در قرآن از این شجره ملعونه نام میبره، حسب و نسباشون رو خودشون به هم زدن. چجور میان ادعا میکنن ما حسب و نسبمون متصل به پیغمبره؟ نه، خودشون به هم زدن، در صورتی که شنیدیم هممون. برای برخی از حتی همین قاسمین پدرش 5-6 مدل نسبت با خودش داشته. اون چجوری میتونی حسب و نسب رو ادعا کنی که خودت انو تو حسب و نسب رو خودت موندی؟ اصلا حسب و نسبش معلوم نبوده. یه پدر هست 8 مدل نسبت با فرزندش داره. اون چه حسب و نسبیه؟ ایام شهادت امام رضا است. اینم عرض کنم، مأمون داشت تو کاخش حرکت میکرد، دید مادر امین داره زیر لب غرغر میکنه و میره. گفت آن چته؟ چی داری میگی؟ گفت مأمون از اون شبی که قصه و عصبانیتم بابت اون شبه که من با هارون پدر مأمون قماری کردم، قرار شد هر کی باخت تنبیه بشه. من باختم دفعه اول، هارون دستور داد عریان بشم و در قصر بچرخم و من این کارو کردم. دفعه بعدی که هارون باخت قمار رو، بهش گفتم باید با زشت‌ترین کنیز مطبخی قصر همبستر بشه و تو به دنیا اومدی. این چه حسب و نسبیه؟ این که حرامزادگیه. این که نسبی که پیغمبر و خدا دستور داده نیست. چجور میایم حسب و نسبهای نبوده رو میخواید برای که عاشورا رو بکوبید؟ آخه از چه حسب و نسبی دارید حرف میزنید؟ حسب و نسبی نبوده. بله، امیه بودن، اینا هاشم بودن. اما این امیه‌ای که یهود توش اومده، حرامزادگی توش اومده، 10 مدل نسبت یک پدر و پسر داشتن اومده، هم بستر شدن با کنیز مطبخی توش بوده، این که اقرار تاریخ دیگه. بله، خیلی ممنون. این نمیتواند دلیل خوبی باشه. آجا 2-3 دقیقه فرصت هست، جنبندی انشاءالله در خدمتون هست. سلامت باشید. ببینید حرکت سید الشهدا از مدینه تا مکه تا کربلا دستور خداست، وظیفه امامه، برای هدایت امت بوده من العاشورا الی قیامت، و این هدایت هم هر ساله داره پررنگتر جوشش پیدا میکنه و تبلور پیدا میکنه. دیگه یه عده‌ای مگس صفت که حالا بیان بشینن روی گوشه گوشه هایی که واقعیت هم ندارد، بیاید بگید این جنگ به خاطر نسبت دوتا فامیل بوده، حکومت بوده، ناموسی بوده، اینا راه نداره به ساحت عاشورا، چون عاشورا طبق دستور خدا به فرموده پیغمبر با سوابقه تاریخی و روایی و اعتقادی ما ثابته، هیچ مدلم خدشهی بهش نمیشه وارد کرد. اگرم کسی بخواد جهل داشته باشه بخواد خدشهی وارد کنه، که انشالله خدا عالمش کنه، ولی اگه کسی هم اناد داره، هر که به این آتش بخواد پفی بکنه، ریش و ریشه خودش میسوزه و نمیتونه این چراغ رو خاموش کنه. این چراغ روشن سفینتون نجات و علم الخدا، این سفینه نجاته، چراغ هدایت، اینو نمیشه خاموشش کرد. این حرف واسه ساحت سید الشهدا و عاشورا راه نداره. خیلی ممنونم از این بیان شما. خوبتون استفاده کردیم. جان خدا سلامتی به شما بده. زنده باشید. مستدام باشه. از شما و همه بینندگان التماس دعای خیر داریم. این روزهای عزا و روزهای عزیز ان شاء الله عوامل برنامه روز حسین رو از خیرتون فراموش نفرمایید. یا علی مدد، خدا حافظ. قربونت برم یا امام رضا، منو میبری کربلا، از همون دم ایمون طلا، منو میبری حرم تو را میبینم میگم، حرم تو را میبینم میگم، خدایا کجاست قبر فاطمه، حرم تو را میبینم میگم، خدایا کجاست قبر فاطمه، میخورم آب سر با خونت و میره دل من سمت القمه، میخورم آب سر با خونت و میره دل من سمت القمه، توی سر با خونه همیشه میتابم، فقط یاد لبه تشنه اربابم، توی سر با خونه همیشه میتابم.
کجاست قبر فاطمه؟ حرم تو را میبینم میگم خدایا کجاست قبر فاطمه؟ میخورم آب سمت خونه تو، میره دل من سمت حلقه، توی سر خونه همیشه بیتابه.